این قیمت‌هایی که ما الان اعلام کردیم قیمت‌های عادلانه هم برای مصرف کننده هستش هم برای تولید کننده. افزایش قیمت خودرو در ایران. رئیس شورای رقابت قیمت‌ها را بسیار مناسب می‌داند، اما معاون وزیر صنعت هیجانی و کاذب. از یک تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره علت بالا رفتن قیمت خودرو و مکانیسم قیمت‌گذاری در بازار می‌پرسم. همچنین از یک مدرس اقتصاد و تجارت می‌پرسم راه حل مشکلات ساختاری صنعت خودرو در ایران چیست. همچنین در برنامه امشب از وعده تبدیل حکم اعدام تا ملاقات ساختگی با سفیر سوئد، ادامه فشارها به امیر حسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی نخبه زندانی در ایران برای اعتراف تلویزیونی. نبود دسترسی به آب سالم از سیستان و بلوچستان تا کرمانشاه، آیا آمار دولت ایران با واقعیت انطباق دارد؟ از قلب مردا با شکوفا شو بیرون بیانی لوفر آبی. و در سالگرد خودسوزی دختر آبی، مهدی یراحی دخترانه را به یاد قربانیان تعصب و خشونت خواند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. این روزها دوباره قیمت خودرو در حال رکورد شکنی است، به طوری که در یک بازه کوتاه قیمت‌ها تا 43 میلیون تومان هم افزایش داشته. این جهش قیمت‌ها به گزارش رسانه‌های داخلی در شرایطی رخ داده که بازار خودرو کماکان در رکود کامل است و در عمل به جز افرادی که نیاز فوری به پول یا خودرو دارند، کسی خرید و فروش نمی‌کند. همزمان عده‌ای به نبود تعادل بین عرضه و تقاضا، قیمت‌سازی در فضای مجازی، نبود سقف قیمت و تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای و همچنین نوسانات بازارهای موازی آن از جمله بازار طلا، ارز و بورس به عنوان دلایل افزایش قیمت خودرو اشاره می‌کنند. عده‌ای معتقدند با ادامه افت بورس ایران و خروج سرمایه از آن بازار، نوسان در قیمت خودرو ادامه می‌یابد. اما این افزایش تا کجا پیش می رود؟ آیا امیدی به کاهش هست؟ بیشتر به این موضوع می پردازیم. اول گزارش ببینیم از پرهام قبادی. بازار خودرو در ایران از ابتدای سال شاهد تخت گاز قیمت ها بوده. پس از 27 سال با پراید خداحافظی کرد. پراید خودرویی که بالاخره تولید آن بعد از 20 سال متوقف شده، حالا به بیش از 100 میلیون تومان رسیده. همین 27، حدود 230 تومان بوده، الان شده 270 تومان. دیگر خودرو هم شاهد همین افزایش نجومی قیمت ها بودند. مشکل دیگر این است که قیمت های خودرو در بازار گاهی دو برابر قیمت کارخانه یا حتی بیشتر است. رئیس نهادی که قیمت کارخانه‌ای خودروها را تنظیم می‌کند میگوید قیمت‌ها عادلانه است و متقاضیان خریداران واقعی نیستند، تلویحاً دلالند. این قیمت‌هایی که ما الان اعلام کردیم قیمت‌های عادلانه هم برای مصرف کننده هستش هم برای تولید کننده، ولی آیا تمام کسانی که الان دو قرعه کشی برنده میشن اینا افراد واقعی تقاضای واقعی دارن؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران اما میگوید با تغییر قیمت مواد اولیه و نرخ ارز توان ثابت نگه داشتن قیمت خودرو را ندارد. معاون وزیر صمت همچنین توصیه کرد مردم در بازار خودرو سرمایه گذاری نکنند. او افزایش قیمت ها را گردن برخی صفحات اینستاگرامی انداخت. هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور ما نیفتاده ظرف دو هفته 5 میلیون خودرو گران بشه. این قیمت‌ها قیمت‌های کاذب هست، حتما شکسته خواهد شد، حتما واقعی باید بشه و مردم زیاد می‌کنن اگر وارد این فضای هیجانی بشن ان شاءالله. ولی متأسفانه در اینستاگرام بعضی از پیج‌هایی که فالوورهای بالایی دارن متأسفانه هر روز دارن قیمت‌سازی می‌کنن. سازمان تعزیرات حکومتی هم می‌گوید علی‌رغم گران فروشی موجود دستش برای رسیدگی بسته است. به اینکه سقف قیمت مشخص نشده و حدود قیمتی تعیین نشده در بحث خودرو، ما نمیتونیم که اسمش رو گران فروشی بذاریم، هرچند گران فروشی هست. آنچه مشخص است عده‌ای از تفاوت قیمت کارخانه و بازار سود میبرند که مسلماً خریداران واقعی که نیاز به خودرو دارند نیستند. متقاضیان اما به تأخیر در تحویل خودروها معترضند. یکی از آنها که برای تحویل اولین خودروی دنا پلاس توربو رفته بود به بی بی سی فارسی گفت نه مسئولان و نه خبرنگاران صدایش را نشنیدند. ظاهراً اینجا همه فقط نگاه تجاری به موضوع میکنند که
آقا نهایتش ببر بیرون بفروش، سودتو بگیر. اصلا کسی به این موضوع توجه نمیکنه که مصرف کننده ای که دو برابر قیمتی که قرار بوده ماشینش رو تحویل بدن از کجا بیاره تحویل فرش بکنن. 6 ماه پولش دادن با 6 ماه تاخیر، قیمت دو برابری و صدامون هم به هیچ جا نمیرسه. حتی خبرنگارانی که اینجا بودن صحبت ما رو نشنیدن. تصاویر هوایی که از دپوی محصولات ایران خودرو در بابل منتشر شده، تعداد زیادی خودرو را نشان می‌دهد که برخی می‌گویند این شرکت منتظر است تا پس از افزایش قیمت‌های 3 ماهه آنها را با قیمت بالاتر روانه بازار کند. ایران خودرو اما می‌گوید زمین‌های اطراف کارخانه خریداری شده تا خودروهای دارای نقص فنی در آن نگهداری شوند. طی 2 هفته اخیر قیمت خودروهای داخلی در طی 2 یا 3 روز تا 25 میلیون تومان بالا رفت. امروز کمی از التهاب بازار کاسته شده و قیمتها 3 تا 5 میلیون تومان کاهش یافته. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم به وزارت صمت دستور داده تا آرامش را به بازار خود را برگرداند و دلالان را مقصر نابسامانی بازار دانسته. در میان پاسکاری های اتهامات بین مسئولان ایران، آنچه کمتر به آن اشاره می شود، انحصاری بودن تولید خودرو در ایران تنها در دست 2 کارخانه است که رقیب خارجی هم ندارند. خودرو که کالایی مصرفی است، گویا در ایران به کالایی سرمایه‌ای بدل شده. پرهام قبادی، BBC. علیرضا صلباتی، تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران از لندن، با مساق صلباتی معتقدند فسادی که در ارزان فروشی خودرو توسط ایران خودرو و سایپا هست، در گران فروشی نیست. آقای صلباتی، شما معتقدید که بهتره که خودرو گران بشه؟ بله. البته من فکر کنم که فعلا گران نشده، من فکر میکنم که باید گران بشه. برای چی با خودروهایی با این میزان کیفیت واقعا نازل باید گران بشه؟ برای این که خودرو، صنعت خودرو در ایران و ماشین فروشی برای دولت‌های پیاپی ایران یک رانت ایجاد می‌کرده، یک فساد ایجاد می‌کرده و برای همین دولت دست نمی‌کشه از همین مثلا 20% بلوک مدیریتی سهامی که در خودروسازهای بزرگ داره. اینا رو باید ول کنه، دولت باید این همین 20% رو هم بفروشه و از بنزین فروشی از یک سمت، از یک طرف دیگه از خودرو فروشی بره کنار. ولی چون اونجا رانت و فساد هست، دولت دوست نداره اینا رو ول بکنه. پراید چند بود وقتی که دلار 3000 تومان بودش؟ 20 میلیون تومان بود، یعنی حدود 7000 دلار. الان چنده پراید توی دلار 25 تومانی؟ ارزونتر شده، گرونتر نشده. ولی اگه شما من بگید که آیا میارز، خب آقای صلواتی، درآمد مردم که اونقدر نرفته بالا، معیار واقعا باید معیار قیمت ارز باشه. وقتی که کال تولید داخل خود رو کیفیت نازل داره، برای چه اصلا معیار باید قیمت ارز باشه در چنین فضای انحصاری؟ دیگه بحث همینه، بحث اینه که وقتی شرایط اقتصادی خراب میشه، یعنی همین دیگه، یعنی اینکه درآمد مردم به اندازه تورم نمیره بالا. به این میگن شرایط اقتصادی بد. دیگه الان دارم به شما میگم، من پراید الان ارزون تر شده، یا 206 وقتی دلار 3000 تومان بود چند بود؟ الان 7000 دلار شده، یعنی خیلی. آقای صلواتی، آخه مردم ایران که به دلار درآمد ندارن که ما مقایسه بکنیم که با دلار قیمت خودرو ارزون شده. من متوجه این محاسبات شما نمیشم. ولی ببینید، ولی خرید و فروش ها محصولات بازار، خب به اینا دقت نمی کنه. حساب می کنه که الان دلار چند شده، تورم چقدر داریم، اینا رو حساب می کنه. چیزی که من میگم یه درجه بالاتر از این حرفه. من میگم که دولت اجازه نده. الان مثلا شما فکر کنید یه دونه پراید رو بیارن بدن 5 میلیون تومان، من اصلا میگم مجانی اصلا بدن. این یعنی چی؟ معنای اقتصادی این برخلاف ظاهر زیباش، معنی اقتصادیش اینه که قرار سایپا و ایران خودرو زیان انباشته تولید بکنن و این زیان انباشته رو کی میده؟ دولت میده. یعنی اینکه دولت برای اینکه یه تعدادی بتونن 206 مثلا ارزان قیمت سوار بشن، دست میکنه تو جیبه اون فرزند بیگناهی که در سیستان بلوچستان آب نداره بخوره و
زیان انباشته ایران خودرو و سایپا رو میده. من به شما چیز بالاتر میگم، من به شما میگم که اگر دولت این سهام 20% بلوکای مدیریتی سهام ایران خودرو و سایپا رو بفروشه ول کنه بره. من به غیر از امسال که به خاطر کرونا شرایط کاملا ویژه‌ای داریم، همیشه طرفدار آزادی واردات بودم و رقابت. به غیر از آزادی و آزادی واردات و رقابت هیچ راه دیگه ای نداره الان شما. خب مثلا خب آقای سرواتی، ولی واقعا چند درصد از بحران فعلی بازار خودرو ناشی از دخالت دولته؟ چه بخشش ناشی از بازی‌های قیمتی که در فضای مجازی داره اتفاق میفته و افت بازار بورسه؟ به هیچ وجه بحث. ببین این حرفا حرفای پوپولیستیه که ظاهر زیبا داره، توی اینستاگرام بازی میکنن سفته باز. اینا دروغه، اینا دروغه. من به شما برای اینکه بگم خیلی ساده جواب حرف آخر رو من همون اول زدم، گفتم پراید $3,000 شده، در صورتی که $7,000 بود، $4,000 بود، یعنی همش داره ارزون تر میشه. من دارم میگم که دولت اجازه نداره، دولت اجازه نداره پراید ارزون قیمت رو بفروشه، رانت ایجاد بکنه برای مدیرا و برای دلالها، خب، و بعدش هم بیاد گردن خم بکنه. آخر سال زیان انباشته صنایع ورشکسته رو از جیب مردم بده، مردم عادی بده. من میگم این همچه اجازه رو نداره. اینی که من میگم یعنی این که اقتصاد همچه اجازه نمیده. دولت چی کار است که همچه کاری بکنه؟ اینا ولی این کارو نمیکنه. ولی دولت همونطور که بنزین فروشی رو ول نکرده، خودرو فروشی رو هم ول نمیکنه. برای اینکه مدیری که قیمت خودرو در بازار تا دو برابر قیمت کارخونه هستش، داره رانت میگیره، داره از اون فساد منتفع میشه، و برای همینه که ول نمیکنن این صنعت ورشکسته رو. این صنعت رو باید ول بکنن مثل صنایع دیگه، بفروشه سهامش رو بره. دولت که این کاره نیستش، دولت هیچ جای دنیا این کاره نبود. حالا در شرایط فعلی آقای سلواتی، با توجه به اینکه هیچ نشانه بر این که دولت قصد دست کشیدن از این بازار رو داره وجود نداره، فکر میکنید که قیمت، افزایش قیمت ادامه پیدا خواهد کرد یا اینکه ممکنه شاهد کاهش قیمت باشیم؟ بازم حرف بی ربطی زده معاون وزیر صنعت. وزیر صنعت دولت دوم آقای روحانی یک فاجعه به تمام معناست، بالاخص تیم اقتصادیش، این وزیر صنایعش، وزیر اقتصادش، اینا اصلا به معنی واقعی کلمه آدمایی هستن که الفبای ساده اقتصاد یک رو، اقتصاد عمومی خرد و کلان رو بلد نیستن، دروغ میگن. این گرونه، گرونتر خواهد شد، حتما گرونتر خواهد شد، برای اینکه بازار منطق خودش رو داره. و از این اختلاف قیمت، ببینید الان به شما، الان شما میفرمایید که نکته مهمی رو فرمودید، گفتید حالا که دولت ول نمیکنه. من به شما میگم حالا که دولت ول نمیکنه، اگر قراره که بین بد و بدتر انتخاب بکنیم، من میگم که باید قیمت آزاد بشه، هر چند که میخوام بدم، برای اینکه اجازه نداره دولت دست بکنه زیان انباشته خودروسازها رو از جیب ملت، از جیب مردم در این شرایط اقتصادی فاجعه آمیز بده. بسه. به ایران سایپا و ایران خودرو حقوقای چند ده میلیون تومانی بده و زیان انباشتهشون رو جبران بکنه. همچین اجازه ای نداره. متشکرم. علیرضا سلواتی، تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران، و دکتر پروین علیزاده، مدرس اقتصاد و تجارت خاورمیانه دانشگاه بوستون، مطالعات لندن، از همین شهر با ماست. خانم علیزاده، به همراه آقای حسن حکیمیان کتابی جمع‌آوری کردند به نام ایران و اقتصاد جهانی، پوپولیسم نفتی، اسلام و تحریم اقتصادی. خانم علیزاده خوش آمدید به برنامه. احتمالاً شنیدید صحبت‌های آقای صلواتی رو. در دخالت دولت و انحصار صنعت خودروسازی در ایران که شکی نیست، شما راه حلی میبینید برای شرایط فعلی؟ حالا به نظر میاد که یکی از دلایلی که قیمت ها رفته بالا و بازار تغییر کرده، حتی تولید اتومبیل خیلی آمده پایین، مثلا در سال 2019
تولید اتومبیل آمده به کمتر از 800 هزار شده 770 هزار تا، در حالی که دو سال پیش از اون تولید اتومبیل در ایران نزدیک 1,500,000 تا بود، یعنی واقعا تقریبا نصف، یعنی بیشتر از نصف، از نصف کمتر شده. به نظر میاد که یکی از دلایل خیلی عمده ای که این شرایط رو ایجاد کرده برگشت تحریم های اقتصادی بوده. حالا اینکه دولت چطور رفتار میکنه و چه کارهایی میکنه، خب شکی نیست که اونام تاثیر میگذاره، ولی تا جایی که مطالعات روی اتومبیل ایران نشون میده، بسیاری از شرکت‌های خارجی از جمله فولکس واگن اینا خیلی علاقه‌مند به بازار ایران بودن و حتی شرکت‌های کره‌ای و چینی خیلی علاقه‌مند بودن. وقتی که تحریم‌ها برای اول تو سال 2016 برداشته شد، این شرکت‌ها علاقه‌مند بودن که در بازار ایران فعال باشن، برای اینکه هم بازار وسیعی داره ایران، هم کارگرای با مهارت‌های خوب، و بازار ایران خیلی برای اینا بازار جذابی بود و حتی شروع کرده بودن به یه مقداری همکاری و برای همین تولید اتومبیل خیلی خیلی بالا مونده بود. ولی متاسفانه با بازگشت تحریم‌ها که همگی بهش باش آشنا هستیم، همه اینا تغییر کرد. و مثلا یکی از چیزایی که خیلی آشکارا ما می‌بینیم، نصف شدن تولید اتومبیل در طول دو سال فقط در همین دو سال اخیر می‌بینیم که اتومبیل قیمت و قیمتش هم رفته بالا. دولت البته برای اینکه بتونه با این مسئله روبرو بشه، یک سری پیشنهادات، یک سری کارهایی داره، از جمله این که مثلا مثل این که وزارت دفاع تصمیم داره که یک مقداری از قسمت‌های اتومبیل رو که وارداتی بودن رو خودش تولید بکنه، چون همجور که میدونین اتومبیل خیلی وابسته هست به قسمت‌های وارداتی. یا مثلا خود سپاه مثل این که قصد داره که در شرکت‌های اتومبیل خیلی نقش پیدا کنه و کارهایی بکنه. حالا اینکه اینا چه کارهایی خواهند کرد معلوم نیست، ولی چیزی که میتونیم با خیلی مطمئن باشیم که اتفاق افتاده، این که بازگشت تحریم ها و این که اصلا اتومبیل شرکت های اتومبیل سازی ایران از جمله سایپا، ایران خودرو، اینا میتونه تا این شرکت های بین المللی بشن، برای که کارگر ایرانی هم ارزون هست. و تمام اینها شکست خورد. یعنی واقعا وقتی که دفعه اول تحریم ها برداشته شد خیلی خیلی امید بالا بود. و میبینیم که چه شد، ولی متاسفانه بازگشت تحریم ها به نظر من بله. خانم علیزاده میتونم خواهش کنم یک ذره اگه از دوربین عقب تر بشینیم، ما صورت شما رو نمیتونیم ببینیم. خواهش کنم. ممنون، خیلی بهتر شد. خانم علیزاده، فکر میکنید که چیزی که شاهدش هستیم این افزایش عجیب قیمت خودرو در روزهای اخیر به گفته رسانه‌های داخل ایران روی کاغذ داره اتفاق میفته، رکود کامل هست در بازار، خرید و فروش واقعی اتفاق نمیفته، چطور میشه که بدون خرید و فروش این چنین قیمت افزایش پیدا میکنه؟ فکر میکنید که این افزایش دائمی خواهد بود؟ به نظر میاد که ایران کشوریه که خب اولا جوانای خیلی کشوری انتفاعا جوانی هست و بازار خیلی وسیعی داره، و همینجوری که گفتم تولید اتومبیل در طول دو سال نصف شد، یعنی برای اون اتومبیلایی که در ایران ایجاد میشد بازاری وجود داشت، خریدارانی بودن. الان دیگه اون اتومبیلا وجود ندارن. شما وقتی یه چیزی رو کم میکنی چه اتفاقی میفته؟ قیمتش میره بالا. همیشه وقتی که کمیابی وجود داره قیمت ها میرن بالا. همیشه یک رابطه مستقیم هست بین کم شدن یک چیز و رفتن بالای قیمتی. به نظر من به خودی خود چیز عجیبی نیست. خانم علیزاده، کاهش یعنی افزایش قیمت یک دفعه بوده، در حالی که کاهش تولید رفته رفته اتفاق افتاده. این جهش قیمت علتش میتونه باشه؟ البته اونجوری که من به آمار ارقام نگاه کردم، همینجوری که گفتم بین سال 2019 تا 2017 تولید نصف شد. خب نصف شدن تولید در کشوری که بیشتر مردم میخوان ماشین بخرن و جوونن و میتونن ماشین، نه بیشتر مردم، بیشتر آدمایی که قدرت مالیشو دارن میخوان ماشین داشته باشن، خب خیلی تاثیر عمیقی میذاره. یعنی فقط نبودش که مثلا یه مقداری کمی از اتومبیل‌ها تولید نشد، نصف شد. تولید از 1,500,000 شد 770,000 تا. خب من فکر میکنم خود این خیلی اثر عمیقی داشته. ولی اینکه حالا چرا اونم البته خیلی میتونم بفهمم که ممکنه که در این چهارچوب دلال‌ها و خیلی بازارهای دیگه هم باشن که سعی کنن از این شرایط سوء استفاده کنن، قیمت‌ها رو ببرن بالا، و خود دولت سیاست‌های ممکن اجرا کنه که خیلی عاقلانه نباشه. همه این امکانات وجود داره، ولی من
کم شدن و نفت شدن تولید رو عامل خیلی مهم می‌بینم. متشکر از شما پروین علیزاده، مدرس اقتصاد و تجارت خاورمیانه دانشگاه بوستون. بورس در روزهای اخیر دچار ریزش شده، اما حتی در دوره‌ای که رو به رشد بود برای بسیاری بیشتر نگران کننده بود تا اطمینان بخش. در سه شب گذشته گزارش‌هایی از شیدا هوشمندی درباره فراز و نشیب بورس تهران پخش شد. او امشب در آخرین بخش از این سری گزارش‌ها به این سوال پاسخ داده که چگونه با وجود رکود عمیق در اقتصاد بورس تهران توانست در دوره‌ای رونق کم سابقه‌ای تجربه کند و چه هشداری در پس این رشد نهفته بود. زمستان 1398 ویروس کرونا همه گیر شده. بورس های بین المللی گرفتار بحران. از وال استریت نیویورک تا سیتی لندن، از دویچه بورس فرانکفورت تا بورس توکیو با پشتوانه قوی ترین اقتصادهای جهان، هیچ یک تاب مقاومت در برابر افت شاخص را ندارند. اما بورس تهران معجزه می کند. شگفتی اینجاست که در این دوره اقتصاد ایران علاوه بر بحران کرونا در محاصره یکی از سخت ترین تحریم های تاریخ و رکود عمیق است. نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 98 منفی 7% و نرخ تشکیل سرمایه نزدیک به منفی 6% است. اما در همین دوره شاخص کل بورس 187% رشد کرده. شرکت‌های بورسی از انجام ابتدایی‌ترین امور خود ناتوان هستند، اما قیمت سهام آنها رکورد افسانه‌ای می‌شکند. پاسخ این نامعادله در یک خط خلاصه می‌شود: رشد قیمت سهام ناشی از رشد نقدینگی و بازتابی از تورم است، نه رشد ارزش واقعی سهام. این تورم هم سطح قیمت‌ها رو بالا می‌بره، هم سطح کالاهای سرمایه‌ای رو. مونتا بسته به اینکه چه مقدار پول نقدینگی وارد کدوم بازار بشه و ساختار اون بازار چه شکلی باشه، میزان تحول اینا با هم فرق میکنه. برای اینکه نیروهای متفاوتی در این بازار کار میکنن. فقط بورس رو بهش اشاره کنیم. پشت بورس سرمایه بسیار بزرگ دولتی داره تزریق میشه به صورت سهام دولت. و سهام دولت طبیعی است که در اینجا ضمن اینکه بورس داره تعمیق میشه، در این حال شاخص ها به صورت تبزده بالا میرن. حجم نقدینگی در پایان سال 96 حدود 1,500,000,000,000,000 تومان بود. برآوردها حاکی است که تا پایان سال 99 نقدینگی از 3,000,000,000,000 تومان فراتر می رود. یعنی حجم نقدینگی که در 3 سال اخیر به وجود آمده معادل نقدینگی تولید شده از ابتدای رایج شدن پول در تاریخ ایران تا پایان سال 96 است. در شرایط فعلی اقتصاد ایران این حجم از نقدینگی به تورم منتهی می شود. شما وقتی که تولیدتون رشد نمی کنه، نقدینگیتون رشد می کنه، تنها جوری که رابطه مقدار این پول قرار جور در بیاد اینه که فشار میذاره روی قیمت و فشار و بالا رفتن عمومی سطح قیمت ها شاخص CPI رو، کانسیومر پرایس ایندکس رو بالا میبره، اونو ما بهش میگیم تورم. رشد قیمت سهام در ماه‌های اخیر بسیار بیشتر از نرخ تورم بوده، چون قیمت دارایی‌ها می‌تواند نسبت به کالا و خدمات بیشتر جهش کند. افزایش قیمت دارایی‌ها مانند ملک، ارز، طلا، سهام و خودرو به شکلی که در سال اخیر در ایران رخ داده هشدار دهنده است. برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان رفتار مالک یک خودرو را در شرایط تورمی بررسی کرد. خودرو به عنوان یک کالای با دوام برای خانوار ایرانی یک دارایی قابل اعتناست. پراید که یکی از ارزان‌ترین گزینه‌های ماشیندار شدن برای ایرانی هاست، در سال 96 بین 20 تا 25 میلیون تومان قیمت داشت. در ابتدای امسال 60 میلیون تومان بود و حالا قیمت آن در مرز 100 میلیون تومان نوسان می‌کند. ممکن است یک دارنده پراید خودروی خود را به وسیله ارزان‌تری مانند موتورسیکلت تبدیل کند و مابه و تفاوت آن را صرف خرید کالا یا کالاهای مصرفی کند.
افزایش قیمت پراید با توجه به رشد تورم سودی نصیب صاحب آن نکرده. اما جهش قیمت پراید برای او این فرصت را ایجاد کرده که سایر کمبودهای معیشتی خود را برطرف کند و در نتیجه متقاضی کالای مصرفی شود. در شرایطی مشابه شمار زیادی از صاحبان دارایی‌های مختلف از جمله سهام با گران شدن قیمت دارایی‌ها بخشی یا همه دارایی خود را می‌فروشند و کالاهایی می‌خرند که تا پیش از این تهیه آنها به دلیل تورم یا سخت بوده یا غیر ممکن. این اتفاق باعث افزایش تقاضای کل می‌شود و به رشد تورم دامن می‌زند. بانک مرکزی به خاطر نداشتن درآمدهای نفتی فشار رو شکل نقدینگی ایجاد بکنه، به اصطلاح ساده پول چاپ بکنه. شما پولی که چاپ میکنید، پول دست مردم میاد تو چرخه اقتصاد، نقدینگی و سرعت ولاسیتی پول رو بالا میبره، این دوتا با هم مالتیپلایر افکت داره. بعد از 6 ماه یک سال با یک تأخیری متاسفانه چون تولید همراهش نمیتونه رشد بکنه، هزار تا مانع برای رشد و صادرات روی تولید گذاشته شده، یک کمی تولید رشد میکنه، ما با تفاوتی که یه ذره تولید رشد کرده با 40 درصدی که مثلا شما نقدینگی رو بردید بالا برمیگرده، آهسته آهسته روی تورم دیده میشه. یعنی نهایتا تورم در بلند مدت میرسه به رشد نقدینگی. نقدینگی سرازیر شده به بورس باعث رشد تولید شرکت‌های بورسی نشده. از بهار 97 تا بهار 99 8 فصل پیاپی است که اقتصاد ایران رشد منفی دارد، ولی رشد بورس در این دوران مثبت بوده. به این ترتیب جذب نقدینگی در بورس حالا بیش از آن که رضایت بخش باشد هشدار دهنده است. شیدا هوشمندی، بی بی سی. گزارش که دیدید چهارمین و آخرین بخش از سری گزارش‌های بورس تهران بود. این قسمت و قسمت‌های پیشین این مجموعه روی وبسایت بی بی سی فارسی در دست رسه. حدود یک ماه از اعتصاب قضایی نسرین ستوده در زندان می‌گذرد. وکیل خانم ستوده امروز در پیامی گفته مسئولان ایران به خواسته‌های او توجه نمی‌کنند و جانش در خطر است. نسرین ستوده همچنین به عنوان برنده جایزه کانون قضات آلمان انتخاب شده و در پیام جایزه‌اش را به نوید افکاری، محمد رجبی، حسین مرادی و سعید تمجیدی، چهار محکوم به اعدام اعتراض‌های سال‌های اخیر تقدیم کرده. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، از تهران با ماست. آقای خندان، خوش آمدید به برنامه. ابتدا از این شروع بکنیم که امروز روز 29 اعتصاب قضایی خانم ستوده است، درسته؟ بله، امروز 29 روز تمام شد و روز به روز نگرانی ما بیشتر و بیشتر میشه. از وضعیت جسمیشون بگید، اطلاع دارید که در چه وضعیتی هستند؟ به ندرت تلفن‌هایی که در طول هفته داره سعی می‌کنیم اطلاعاتی بگیریم. البته خیلی فرق می‌کنه اینکه ما از نزدیک بخوایم وضعیتش رو ببینیم تا اینکه اطلاعات کلی از پشت تلفن بده، اما وضعیت عمومیش بسیار نگران کننده است و از روز اولم این دوره اعتصاب قضا حالش به شدت وخیم بود و نوسانات خیلی زیادی داره و این خیلی نگران کننده است برای ما. امکان ملاقات ندارید باهاشون؟ اولا ملاقات‌های کابینی فقط هست. ملاقات‌های حضوری 7 ماه کلن برای همه زندانی‌ها تعطیل شده. بعد از اینکه مهرابه دخترمون بازداشت شد، در اعتراض به اون می‌خواست یه اقدام دیگه‌ای فراتر از اعتصاب قضا بکنه. سعی داشت که اعتصاب خوش بکنه که خوشبختانه منصرف شد از این موضوع و ملاقات‌هاش رو قطع کرده در اعتراض به این موضوع. در نتیجه ما 5 روز بعد از اعتصاب قضاش یه بار ملاقات داشتیم، ولی از اون به بعد دیگه ملاقات هم نداریم. آیا تماس تلفنی میتونین باشون داشته باشین؟ خیلی محدود، در طول هفته چند دقیقه 3 بار، ولی در حد هر کدوممون 2-3 دقیقه میتونیم باش صحبت کنیم. 3 تا 10 دقیقه اینا تماس تلفنی دارن، اما این 3 تا 10 دقیقه به هیچ وجه برای چند نفر که هستیم کافی نیست. ما دقیقاً بدونیم که وضعیتش چجوریه، به ویژه که تو تلفن‌ها اونم میخواد از شرایط بیرون اطلاعاتی از ما بگیره. آیا در جریان هستن که عده‌ای خواهان توقف اعتصاب قضایی ایشون شدن در بیرون از زندان؟ به خاطر محدودیت زمان من ریز به ریز تمامی افراد و حتی متن نامه‌هایی که نوشته شده رو متاسفانه ظرف 2 دقیقه‌ای که سهم من از تلفن هست این امکان رو ندارم، ولی کلیاتش رو
نامه هایی که تعداد زیادی هستن یا افراد و شخصیت هایی که لطف میکنن پیغام میدن رو حداقل به طور کلی میخوام بهشون گفتم، اما متاسفانه تا حالا نپذیرفتن به خاطر اینکه خب برنامه خودش ظاهرا برنامه دراز مدتیه برای اینکه بتونه به حد اقل خواسته ها برسه. خواسته ها چیه آقای خندان؟ آزادی کل زندانیان سیاسی، فکر میکنید خواسته هست که خانم ستوده با اعتصاب قضا بتونن بهش برسن؟ نه خود ایشون، نه ما و نه هیچ کس دیگه مطمئن هستیم که خب چنین خواسته‌ای قابل برآورده شدن نیست. اما کسانی که اعتصاب میکنن گاهی وقتا درخواست خیلی ریز و معینی رو اعلام میکنن که برآورده بشه، اما بعضیا عناوین کلی مثل آزادی زندانیان سیاسی رو مطرح میکنن که توجه عموم مردم و افکار عمومی رو به موزلی به نام زندانیان سیاسی هرچه بیشتر جلب بکنن. همین الان که من با شما صحبت میکنم این توجه در حال جلب شدن هزاران و میلیون ها نفری که توجهشون به واسطه یه اعتصاب این اعتراض اون یکی جلب میشه، اینها در دراز مدت به هر حال مطمئنم و ایمان دارم که به تغییر شرایط زندانیان سیاسی کمک خواهد کرد. ولی سوال من اینجاست که دقیقاً خواسته مشخص خانم ستوده چیه که اگر که بهش برسن اعتصاب قضاشون رو میشکنه؟ من مطمئنم که اگر تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی بیمار آزاد بشن، قوانینی که حداقل خود جمهوری اسلامی در مورد این زندانیان تصویب کرده، آزادی مشروط و هر نوع، اخیراً مجلس قانون مجازات رو، کاهش و مجازات رو تصویب کرده، حتی همین قوانین رو در مورد زندانیان اعمال بکنن، به ویژه زندانیای بیمار رو اینها اجازه مرخصی طولانی مدت بهشون اغلب نمیدن، بخوان کوچکترین قدم هایی بردارن، مطمئنم که به هر حال اعتصابش پایان میده. و درباره جایزه کانون قضات آلمان بگید. خب میدونید که این جوایز به نوعی حمایت از افراد و فعالین حقوق بشر هست. ما و همسرم و تمامی فعالان حقوق بشر و دوستانی که در جریان این جایزه بودن خب بسیار خوشحالیم از این بابت که احساس میکنیم که در این تلاش همسر من و دیگر فعالان تنها نیستن و میتونه این جوایز فرصتی باشه برای بلند کردن، رساتر کردن صدای دادخواهی و صدای مظلومیت زندانیان سیاسی در ایران. متشکر از شما. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، زندانی ایرانی که فردا وارد 30th روز اعتصاب قضای خودش میشه. امیر حسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی بازداشت شده دانشگاه صنعتی شریف، برای اعتراف اجباری تحت فشارند. رضا یونسی، برادر علی یونسی، در حساب توییتریش گفته بازجویان وانمود کردند که مقدمات ملاقات برادرش با سفیر سوئد در تهران را فراهم می‌کنند. ملاقاتی که به گفته او وزارت خارجه سوئد از آن بی‌اطلاع است و احتمالاً ترفندی بوده برای گرفتن اعتراف تلویزیونی از برادرش. مریم افشان گزارش می‌دهد. 151 روز از بازداشت آنها گذشته. علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و المپیادی، 22 فروردین ماه بازداشت شدند. در گزارشی که انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف از دیدار این دو دانشجو در کاخ دادگستری با استادان و نمایندگان دانشجوی این دانشگاه و همچنین نمایندگان قوه قضاییه منتشر کرده، علی یونسی و امیر حسین مرادی در جمع گفته بودند که دو ماه اول در انفرادی بودند. علی یونسی 20 روز و امیر حسین مرادی 40 روز در اتاقهای 2.5 متری بدون پنجره. به گفته خودشان روز و شب را فقط از طریق صدای اذان تشخیص می دادند و نه حق ملاقات داشتند، نه حق تلفن به خانواده و نه حق دسترسی به وکیل. این جلسه قرار بود برای بررسی وضعیت این دو دانشجو برگزار شود که عملاً تبدیل به جلسه بازجویی و اعترافگیری اجباری از آنها شد. و 3-2-1 حرکت کنم. اینجا مراسم اهدای مدال طلای المپیاد نجوم و اختر فیزیک.
علی یونسی یکی از دانشجویان است که مدال طلا میگیرد. ان شاء الله ببینیم موفقیت‌های روز افزونش. آرزو برای موفقیت‌های کسی که حالا چند ماهی است پشت میله‌های زندان است و تحت فشار برای اعتراف و نگران برای احکامی سنگین. این رشته توییت رضا یونسی است، برادر علی یونسی، که از تلاش بازجویان برای فریب علی یونسی با سوء استفاده از عنوان سفارت سوئد در ایران خبر می‌دهد. بازجویان به علی گفتند که حاضر است با سفیر سوئد دیدار کند. علی در جواب گفته که اول اجازه دهید وکیل انتخابی داشته باشم تا با وی مشورت کنم. هیچ اعتمادی به شما ندارم. دوبار من را فریب دادید. روز چهارشنبه دوباره به علی میگویند آیا حاضری با برخی از مقامات سوئد صحبت کنی؟ که علی میگوید نه، در غیاب وکیلم ملاقات نمی کنم. من این حرفهای بازجویان را با وزارت خارجه سوئد در میان گذاشتم و مشخص شد که این دروغ بازجویان تلاشی بوده تا علی را به ساختمانی با عنوان سفارت سوئد ببرند و شخصی کراواتی در مقابلش بنشانند و با صحنه سازی و فیلم برداری همزمان فیلم لازم برای ساختن یک اعتراف تلویزیونی را آماده کنند. رضا یونسی در ادامه می نویسد که وزارت خارجه سوئد گفته که این ماجرا را پیگیری خواهد کرد و همچنین نوشته که برادرش و امیر حسین مرادی را تهدید کردند که اگر اعتراف نکنند در دادگاه حکم سنگینی خواهند گرفت. صاحب این توییت هم به نقل از یکی از برادران امیر حسین مرادی نوشته: در ملاقات هفته پیش امیر حسین داشته به پدرش در مورد فشارها برای اعتراف تلویزیونی میگفته که بازجو ارتباط رو قطع میکنه و میاد با امیر حسین درگیر میشه. بازجوها گفتن در مقابل تلویزیون اتهامات را قبول کنید تا حکمتان را سبک کنیم. بازجویی ها تمام شده اما نه پرونده هنوز به قوه قضاییه فرستاده شده و نه هنوز خبری از تشکیل دادگاه است. این توییت چندی پیش آیدا یونسی خواهر علی یونسی است. در ظلم و بی‌عدالتی سنگ تمام گذاشته اید. حتی حاضر نیستید این دو دانشجو وکیل انتخابی داشته باشند که بعد از 3 ماه بتوانند کلمه ای از خود دفاع کنند. این چه سیستم قضایی است که برادرم نمیتواند وکیل انتخابی داشته باشد؟ خانم یونسی در توییت دیگری اشاره میکند که وکیل تسخیری حتی یک بار هم با خانواده آنها تماس نداشته. از 3 هفته گذشته فشارها به این دو دانشجو برای اعتراف تلویزیونی بیشتر شده. هم علی یونسی و هم امیر حسین مرادی در تماس‌های تلفنی و ملاقات با خانواده این نکته را تأکید کردند. تا کنون جزئیاتی از پرونده توسط مقامات منتشر نشده، تنها چندی پیش سخنگوی قوه قضاییه گفته بود این دو به گروه‌های ضد انقلاب وصل شدند و با گروه مجاهدین خلق ارتباط داشتند. اتهامی که هنوز وکیل انتخابی خانواده هم به جزئیات آن برای دفاع دسترسی ندارد. برگزاری دادگاه‌های نمایشی و جلسات بازجویی تلویزیونی در جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد، اما اعترافگیری اجباری و بازجویی این دو دانشجوی 20 ساله در حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه اتفاقی بود بی سابقه. مریم افشنگ، بی بی سی. دسترسی به آب سالم فقط مقوله‌ای در مورد سلامت و بهداشت نیست. اعتراضات اخیر در خوزستان نشان داد که کم آبی می‌تواند به معضلی امنیتی هم تبدیل شود. اخیراً مشکل آبرسانی به روستاهای محروم استان سیستان و بلوچستان و تصاویری که از وضعیت ساکنان مناطق محروم و دورافتاده این استان منتشر شد، افکار عمومی را آزرده کرد. بر اساس آمار دولت در سیستان و بلوچستان نزدیک به 1 میلیون نفر همچنان با بی‌آبی یا کم آبی دست و پنجه نرم می‌کنند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. اینا آب خوردنه؟ محرومیت در استان سیستان و بلوچستان از جنس تشنگی است. اینجا میگوریم. از کجا میارین آبو؟ این زنان و مردان جزو 700 هزار نفری هستند که در این استان به آب سالم دسترسی ندارند. 10000 تومان این بشکه‌اره؟ و این بجز صدها هزار نفر دیگری است که یا لوله‌های آب آشامیدنیشان فرسوده شده یا باید چشم به راه تانکرهای آبرسانی باشند. ولی این تانکرها برای پیمانکارانی کار می‌کنند که اگر طلبشان را دریافت نکنند یا وضعیت راه مناسب نباشد آبی هم به این مناطق نمی‌برند. شده راننده های تانکرهای آبرسان تو که جاده خرابه از آوردن آب امتنا شده، مثلا هنگام بارندگی تا 2 ماه برای ما آب نیاوردن. پیمانکاران جنوب سیستان و بلوچستان می‌گویند 5 میلیارد تومان از دولت طلبکارند. غرق شدن چند کودک یک منطقه محروم در جنوب سیستان و بلوچستان مسئله بی‌آبی را در افکار عمومی ایران برجسته کرد و
و خیلی از نیروهای مردمی محلی را به تک و پو انداخت. در استان سیستان و بلوچستان روستاهایی رو داریم که متاسفانه نه اینکه آب آشامیدنی درستی نداشته باشن، اصلا خط لوله‌ای به اون روستاها نرفته. اما آبرسانی به بیش از 1,000,000 نفر از ساکنان این استان خشک و محروم نه با کمک مردمی حل شدنی است، بلندزنی طرح آبرسانی به 126 روستا نه با طرح‌های پراکنده، محدود و مقطعی دولت. میانگین دسترسی ایرانیان به آب 90 درصد است، ولی این رقم در سیستان و بلوچستان 70 درصد. شب روز ما زرد کشی ادا مهرانی زیمان تو که بیمه لوگم بیتر مرا کپی لوگی هستی مرا حمامی هستی مرا داشویی هستی مرا چی هستی. سیستان و بلوچستان تنها استانی نیست که مشکل کم آبی و بی آبی دارد. از خراسان جنوبی تا خوزستان و قشم حکایت بی آبی داستان زندگی صدها هزار نفر است. ایران با 8,400,000 دولت حسن روحانی میگوید طرح‌های آبرسانی فراوانی انجام داده، اما هر بار که خبری از پیامدهای کم آبی یکی از مناطق محروم ایران منتشر می‌شود، مخالفان داخلی و خارجی دولت ضعف این طرح‌ها را یادآوری می‌کنند. ولی گویی حسرت آب سالم و کافی در کشوری خشک مثل ایران حسرتی پایدار است. سیاوش اردلان، بی بی سی. علی میرچی، استادیار مهندسی منابع آب در دانشگاه ایالتی اوکلاهاما از شهر استیل واتر در ایالت اوکلاهاما با ماست. آقای میرچی، فکر میکنید که اگر مشخصا میخوایم درباره بحران سیستان و بلوچستان صحبت بکنیم، اشکال از کمبود منابع آب یا سوء مدیریت؟ سلام به شما بینندگانتون. اون چیزی که در استان سیستان و بلوچستان شاهدش هستیم محصول دهه ها توسعه نامتوازن در سطح کشور هست و طبیعتاً نتیجه به جز این هم نمیتونه داشته باشه. و من با یکی از کارشناسای سازمان برنامه صحبت میکردم در دورانی که در از اون در ایران به عنوان دوران سازندگی یاد میشه، زونکن مربوط به پروژه های در حال اجرا در استانهای مختلف اونجا بایگانی میشد و استان سیستان و بلوچستان کوچکترین زونکن رو داشت و همون رویه ادامه پیدا کرده. و این استان همیشه از نظر برش سیاسی در وضعیت ضعیفی بوده، در حاکمیت صدای ضعیفی داشته و متناسب با اون متاسفانه شاهد مشکلات عدیده در زمینه دسترسی هموطنان به آب در اون استان هستیم. همینطور توسعه استان در اونجا با محوریت توسعه کشاورزی انجام گرفته که این طبیعتاً استان رو وابسته تر میکنه به آبهای برون مرزی و مسائل مربوط به تنش‌های آبی با کشور همسایه افغانستان. و بدون اینکه با ظرفیت‌های بومی استان استفاده بشه، وضعیت به گونه‌ای رقم خورده که فشار گسترده‌ای بر سفره‌های آب زیرزمینی در اونجا وارد میاد. 75% آب زراعی در اون منطقه از آبهای زیرزمینی تأمین میشه و وضعیتی رو شاهد هستیم که تنش آبی زیرزمینی به صورت گسترده‌ای در جریانه و به همین صورت همچنان هموطنان ما دسترسی به آب سالم کافی در اون منطقه ندارن. از جمله مشکلاتی که بهش اشاره میشه مسئله تانکرهاست و تعلق اونها به بخش خصوصی و بدهی دولت. بدهی دولت اونقدر نیستش که پرداخت نشه. فکر میکنید که چرا دست کم از طریق تانکرها آبرسانی درست انجام نمیشه؟ طبیعتاً این وضعیت دردناکیه که ما در زمینه مسائل تاکتیکی مدیریت بحران آب در ایران شاهدش هستیم. من در واقع اشراف کامل ندارم بر ضعف‌های بودجه‌ای و مالی که الان دولت باش دست و پنجه نرم می‌کنه، اما مسئله به حدی مهم هست از نظر سلامت شهروندان و امنیت آبی که بخوان اونجا دخالتی بکنن و مسائل مالی رو حل بکنن. راه حل‌های تکنولوژیکی دیگه‌ای برای حل این ماجرا وجود داره، از جمله استفاده از سیستم‌های ساده تصفیه آب که به صورت متحرک میتونن به اون منطقه ارسال بشن، در اونجا قرار بگیرن، یا سیستم‌های متحرک آب شیرین کن، استحصال آب باران، و مهمتر از اونها اگر راه حل‌های درازمدت‌تری رو بخوایم در نظر بگیریم، میتونیم به بحث‌های مربوط به آبخانداری، کاهش سرعت عرض آب‌ها و تسهیل نفوذپذیریشون به آبخان‌ها اشاره بکنیم که میتونه به تعادل بخشی آبخان‌های منطقه هم کمک بکنه و دسترسی هموطنان رو به آب
زیرزمینی تسهیل بکنه. آقای میرچی، در گزارش هم شنیدیم که دولت حسن روحانی دفاع میکنه از عملکردش در طرح‌های آبرسانی. ارزیابی شما چیه؟ چطور بوده عملکرد دولت تا اینجا؟ دولت یک سری راهکارهای تکنوکراتیک رو اونجا در دست اجرا داره، منتها به نظر میاد که اجرای اونها کاملا در واقع به صورت سیستماتیک و منظم جلو نرفته. در حال حاضر هم که شاهدش هستیم که طبق اون چیزی که رایج شده در سالهای اخیر، بعضی از دستاندرکاران دولت مردان بعد از هر بحرانی در هر منطقه هجوم میبرن برای گرفتن عکس یادگاری و بدون اینکه بخوایم وضعیت بلند مدتی رو شاهد باشیم از نظر برنامه‌ریزی و اجرا بر پای ظرفیت‌های استان و توسعه اقتصادی رو شاهد باشیم به جای توسعه کشاورزی که در منطقه‌ای که رمق کافی رو برای تدارک زیرساخت‌ها برای توسعه کشاورزی نداره. بنابراین در مجموع به نظر میاد که رویکرد دولت در مورد مدیریت منابع آب در استان سیستان و بلوچستان رویکرد جامعی نبوده و در واقع پیوند اون با توسعه کشاورزی سبب شده که شهروندانمون در اون منطقه از کشور با مشکلات جدی روبرو باشن. متشکرم. علی میرچی، استادیار مهندسی منابع آب. مجازات متهمان قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار ناراضی سعودی، از اعدام به 20 سال زندان کاهش پیدا کرد. در حکمی که دادگاه عالی کیفری ریاض صادر کرده، 5 محکوم اصلی به 20 سال زندان و 3 نفر دیگر به 3 تا 7 سال زندان محکوم شدند. خدیجه چنگیز، نامزد جمال خاشقچی، این دادگاه را مضحکه عدالت توصیف کرده. مرتضی فرهمند گزارش می‌دهد. سازمان ملل از سوی نمیتواند به نجات محکومان از اعدام ناراضی باشد، از سوی دیگر با دادگاه و حکم آن مخالف است. سازمان ملل با مجازات اعدام مخالفه، ولی جنایتی که رخ داده خیلی وحشتناکه. روند رسیدگی قضایی به این جنایت هم شفاف نبوده. کسانی که مسئول این جنایت بودند باید با مجازات‌های متناسب با این جنایت وحشتناک محکوم بشن، که در این مورد یعنی زندان خیلی خیلی طولانی مدت. کسانی که مسئول این جنایت بودند را سازمان ملل پیشتر مشخص کرده که کیستند. Execution of Mr. Khashoggi was a state execution. قتل آقای قاشقچی قتل حکومتی بوده. برخلاف چیزی که وانمود میکنن، کار یه عده خودسر نبوده. اشتباه هم رخ نداده، بلکه قتل حکومتی بوده. دولت عربستان سعودیه که باید پاسخگو باشه. الحادث اللي حدث مؤلم جدا. دولت عربستان سعودی یعنی ولیعهد محمد ابن سلمان است که باید پاسخگو باشد. حلقه وصل او به قتل قاشقچی، احمد عسیری مسئول سازمان اطلاعات و سعود قحطانی مشاور امنیتی اند که ارتباطشان با ولیعهد را کاربران شبکه‌های اجتماعی اینچنین دستمایه ریشخند کردند. اصدرت المحكمه الجزائيه بالرياض، در دادگاهی که در ریاض برای قتل قاشقچی برگزار شد، اعلام کردند که عسیری و قحطانی هر دو بازجویی شده اما بیگناه شناخته شدند. اما هر دوی اینها در ترکیه زیر پیگرد قضایی اند. علیهشان کیفرخواست صادر شده. ترکیه دستبردار نیست. جنایت در خاکش رخ داده. پیگیری ترکیه بود که پرده از قتل قاشقچی برداشت. قتل در کنسولگری عربستان در استانبول، سوزاندن جسد در حیات خانه کنسول و از میان بردن خاکستر در جنگل‌های اطراف استانبول به دست تیمی که از ریاض آمده بودند. ترکیه که با عربستان درگیر جنگ نیابتی در لیبی و رقابت بر سر قدرت در دیگر کشورهای عربی است، از قتل قاشقچی بهره برداری سیاسی فراوانی کرد. سعودی یونتیمینی شیمدی سوشلیو. کسی به یاد ندارد که قتل یک روزنامه‌نگار ماها همچون قاشقچی در سطر اخبار مانده باشد. قتلی که حتی شماری از سرمایه‌گذاران را از عربستان دور کرد. زخمی عمیق بر چهره تجددخواه و اصلاح طلبی زد که محمد ابن سلمان مدت‌ها بود می‌کوشید از خود برای جهانیان رسم کند.
مرتاد فرهمند، بی بی سی. مؤسسه غیرانتفاعی زنان در هوش مصنوعی که با هدف افزایش حضور و مشارکت زنان در عرصه هوش مصنوعی و موقعیت‌های شغلی مربوط به آن فعالیت می‌کند، امروز یک کنفرانس بین‌المللی مجازی برگزار کرد. موژان اصغری از بنیانگذاران این مؤسسه از پاریس با ماست. خانم اصغری، خوش آمدید به برنامه. در ابتدا از مؤسسه زنان در هوش مصنوعی و اساساً جایگاه زنان در هوش مصنوعی به ما بگید. سلام، ممنون هستم از دعوتتون. مؤسسه ما در واقع Women in AI یا زنان در هوش مصنوعی یک مؤسسه غیرانتفاعی که همجور گفتین. ما یک شبکه بین‌المللی هستیم از زنان در حوزه هوش مصنوعی. مشترکان شبکه ما امروز به حدود بیشتر از 20,000 نفر میرسن در کل دنیا و ما 5,000 عضو سازمانی داریم از 130 کشور. هدف اصلی ما برداشتن و از بین بردن نابرابری جنسی در حوزه فناوری و تکنولوژی و به خصوص هوش مصنوعی هستش و تمرکز اصلیمون هم روی آموزش خانم‌های جوان هست و ترغیب اونا به فعالیت در زمینه هوش مصنوعی هست. حالا ما برنامه‌های خیلی مختلفی داریم براشون. همونطور که گفتم آموزش و پرورش یکی از هدف‌های اصلیمون هست. برنامه‌هایی هم داریم برای زنان کارآفرین که بهشون کمک بکنیم بتونن شرکت‌هاشون رو بنیان‌گذاری بکنن. برنامه‌های خاصی هم داریم برای محققان خانم که بتونن روی پروژه‌های هوش مصنوعی فعالیت داشته باشن. و آخرین چیزی هم که هستش اینه که ما در واقع یک برنامه مشاوره و راهنمایی به حالت منتورینگ برای خانم‌های جوانتر و دانشجویان داریم با کارشناسای با تجربه‌مون توی شبکه‌مون. فکر کنید چقدر مشکل فضای هوش مصنوعی صرفا جنسیتی هست؟ چون بسیاری از متفکران اساسا نگرانشون اینه که هوش مصنوعی بازار مشاغل رو چه برای زنان چه برای مردان به خطر میندازه. درسته. چیزی که می‌خواستم بگم در مورد الان جایگاه خانم‌ها توی هوش مصنوعی هست و زمینه تکنولوژی. امروز در واقع ما چیزی حدود 22% فعالیت زنان رو داریم در حوزه هوش مصنوعی که درصد خیلی پایینی هستش. خیلی صحبت‌هایی میشه در زمینه هوش مصنوعی که میاد و شغل‌ها رو در واقع از بین می‌بره، جایگزین انسان‌ها می‌کنه. خب همه اینها یک مبحث هست. ولی تأثیر در واقع تکنولوژی و تکنولوژی جدید روی خانوم ها خیلی بیشتر هست، به خاطر اینکه طبق گزارش هایی که هستش سازمان ملل خیلی گزارش هایی دارد در مورد اینکه بیشتر کارهای پرسونلی و خدماتی رو زنان در واقع در دست دارن و وقتی که ما یک در واقع بحرانی داریم مثل حالا این پاندمیک و کووید یا مثلا یک سری تکنولوژی جدید به بازار میان، زنان بیشتر ضربه میبینن برای اینکه اون کارهای خدماتی خب یا میتونه خیلی راحت جایگزین تکنولوژی های جدید بشه، ربات هایی که مثلا الان درست شده، یا اینکه اونهایی که در واقع مجبورن کارشون رو از دست بدن و اخراج هایی که مثلا شرکت ها انجام میدن، خب اون لول کارهای خدماتی بیشتر ضربه میبینن. راه حل پیشنهادی شما چیه؟ به هر حال اگر که مشاغل صدمه میبینند باید یه راه حلی برش پیدا کرد، نمیشه که اون مشاغل رو حفظ کرد. به هر حال تکنولوژی داره پیشرفت میکنه. درسته. در واقع همون کاری که باید بکنیم این هستش که ما باید الان نسل جدید رو، نسل جوان رو آموزش بدیم که اینها بتونن در حالا 10 سال آینده، 20 سال آینده جایگزین بشن برای اون در واقع شغل هایی که حالا احتیاج داره به مهارت‌های بیشتر. الان در حال حاضر بازار کار برای خانم‌ها خب یه ذره سخت است، به خاطر اینکه ما به اندازه کافی زنان ماهر نداریم توی حوزه تکنولوژی. خب در نتیجه یک شرکتی که بخواد یک کسی رو استخدام بکنه براش خیلی سخت‌تر هستش که یه خانم رو بتونه استخدام کنه. برای همین ما باید الان خیلی تلاش بکنیم روی در واقع آموزش و پرورش و صحبت بکنیم برای با دولت ها و با شرکت ها که چرا اصلا مهم هستش و خوب هست که ما بتونیم تنوع اعتقادی، مهارتی، جنسیتی داشته باشیم توی شرکت همون، چون اونها باعث میشن که محصولاتی که درست میشن، محصولات تکنولوژی، به تمام جامعه بتونه جواب بده. مثلا ما مثالی داشتیم از آمازون توی 2015 که یک برنامه
استخدامی برای کارمندانشون درست کرده بودن که این برنامه واقعا تعصب بعدی داشتش نسبت به خانم‌ها، همه خانم‌ها رو حذف می‌کرد تو پروسه ریکروتمنتش به خاطر اینکه از داده‌های استفاده شده بود که در واقع اصلا داده‌های خانم‌ها توش در نظر نگرفته شده بود. متشکرم. مژان اصغری از بنیانگذاران مؤسسه زنان در هوش مصنوعی. یک سال از مرگ سحر خدایاری گذشت. او که به دختر آبی معروف شد، عاشق تیم فوتبال استقلال بود و آرزوش اینکه بازی تیم محبوبش رو در استادیوم تماشا کنه. اون هم در کشوری که در دهه‌های گذشته به جز چند مورد زنان حق حضور روی سکوی تماشاگران مسابقات مردان رو نداشتند. اما وقتی می‌خواست این آرزو رو به حقیقت تبدیل کنه، دستگیر شد و به او گفته شد که به خاطر تلاش برای ورود غیرقانونی به ورزشگاه آزادی تهران به 6 ماه زندان محکوم شده. او در اعتراض خودش را آتش زد و بر اثر جراحت شدید در بیمارستان جان باخت. حالا در سالگرد مرگش، مهدی یراهی، خواننده ایرانی، ترانه‌ای به نام دخترانه به سحر خدایاری و تمامی دخترانی که هنوز قربانی خشونت و تعصبات هستند تقدیم کرده. جنگل از تو چشم بر نمی داره، شب اومده آلوم و مهتابی، از قلب مردا باش و کوفا شو، بیرون بیا نیلوفر آبی، دست منو توی دستت ببین، از مرز شب رد شو، پرواز بی حد شو، که آسمون روشنه، آروم بگیر ای دختر دریا، این نقش آخر نقش بر آبه. یادش گرامی. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهی شما. مراقب هم باشید.